سلام به روی ماهتون، به کانال من خوش اومدین دوستای باحالم. مرسی که با هم دیگه آهنگ گوش میکنیم. ازتون کلی انرژی مثبت میگیرم، خوشحالم که کنارم هستین. بعد از ریاکشن با آهنگ علی بیغم، حالا میریم سراغ جعفر که بچه‌ها پیشنهاد داده بودن. من یه جعفر یادمه، خیلی سال پیش میخون گفت اینجا گود بای پارتی جعفره، نمیدونم این همونه یا اون نیستش. فکر میکنم بعد همون باشه چون اسمش که حالا اونه. خب اسم آهنگم که مثل اینکه گلناره و کاور فوتو هم مشخصه دیگه، احتیاجی هست توضیح بدم یا توضیح ندم؟ این فکر کنم معروف ترین برند در کل ایران و حتی در کل خاورمیانه است، خیلی برند شاخصی هستش. خب اینم که جعفره که گلنار رو نگه داشته، حتی لوگو فکر میکنم همون لوگوی اصلی خود این گلنار هستش. چی نوشته؟ برودکست و اینا. خب 5 دقیقه و 20 ثانیه آهنگ خونده، چه خبره؟ همه خواننده ها به زور 3 دقیقه و نیم 4 دقیقه، چی خونده 5 دقیقه و 20 ثانیه؟ بریم ببینیم که آقای جعفر چیه. این آهنگ دارای محتوایی می باشد که گوش دادنش جلوی خانواده توصیه نمی شود. فکر کنم همون جعفره، چون اون جعفرم لهجه ترکی داشتش، به نظرم همونه. دقت کردین چی گفت؟ پس چیز هدفوناتونو بزنید، آماده. این آهنگ داستان زندگی یک نوجوان سینگله که الان عقده‌ای شده و اینستاگرام به آرتیستا و خواننده ها میاد و خوش میده. تو اینستاگرام دقت کردین اینستاگرامو چی گفت؟ آره، اصل این آهنگ اسمش قرمزه، واس مهراب و امید داواله. من اومدم فانش کردم، حرکت زدم روش، خوش نیدت خواهشم. چقدر اینترو داره مهدیار، اون گلنار رو بیار تو. نه چیز مهدیار آقا جانی، مهدیار سنتور رو بردار بیار. مهدیار اون گلنار رو بیار تو. نه چیز سنتور رو بیار تو. دیس مهدیاره. از این لحظه نه سکینه نه فاطمه نه عشق، منم میشم بیکار. از این لحظه فقط قفلی روی عکسات با صابون گلنار تا خود صبح بیدار. از این لحظه تو رو تجسم میکنم، تجسم، هنرهای تجسمی. از این لحظه همه جا رو تار میبینم، چشم ضعیف شده، سکت تو روح پدرت. از این لحظه دیگه از بابام نمیترسم، اگه بابام بیاد گلنار رو گلاف میکنم. میخوام یه ژیلت و یه تیغ بگیرم، کچل کنم، منم فکر کنم جانیه. اینقدر لاغر شدم که باور نمی کردی، دستامو دیدی گفتی تاول زده پسر. تو اشتباه فکر می کردی، چون که دستم پری روز محکم موندش لای در. از امشب هیچ تفسیر و توضیحی الان ندارم. بعد دیدی اسم دو تا دختر رو گفتش، الان یادم رفت گفت سکینه و چیچی، دو تا دختر رو گفت. خلاصه اینجوری داره ناله عشقی میکنه، تازه با 2 نفر بوده. شب من دیگه لانسیکو نمیزنم، هر شب فقط ورزش، فقط نرمش. از این لحظه دشمن هر کسی من باشم، به اون صابون گلنار من نمیدم هدیه. راست میگفتی، صابون زدایی میابود، دیدی چطوری هم وسط کمر تو شکر. وای گفت صابون جدایی میاره، عطر رو شنیدیم میگن جدایی میاره. صابون جدایی میابود، دیدی چطوری هم وسط کمر تو شکست. یادته کرم مرتوب داشتم، تو همه رو مالوندی دیگه تهش در اومد. از این به بعد اگه تو حمام من برم، گلنار حمام باشه سرمو میشورم. لعنت به من که معتاد تو بودم، با قاتلای شهر همدست میشدم. از این به بعد فقط نفرینت میکنم، به کبودی چشمات، به گلنار توی دستات. از این لحظه من باشگاه میروم. باشگاه میروم.
وای اصلا مدل خوندنش خداست. گل گلنار نزنده استاد. ده بس دیگه. ده نزن نامی رو بد. کشتش. خفش کردی. گلنار رو بیار تو. باش کن تا که بدن بشی هفتی. وای صداش یه خواهی دیگه اوج گرفت. می نوم باش کن تا که بدن بشی هفتی. رونی کلمن جلوی من بشی اکبر عبدی. آهای بیشور آهای لانچی گذن برو لانچی کتو بزن قشن خیلی. بچه دقت کردیم میگه لانچیکو نمیگه نانچیکو. گفت لانچیکو تو بزن بیشور. آهای لانچیکو زن برو لانچیکو تو بزن قشن خیلی مشتی. میزنم تو گوشیم از اون اکسان تو گالری چنگی گابایت بوده و هست. خیلی رایم داره خیلی رایم داره بوده و هست. یه باکس از اون گلاره که تو فروشگاه دادی به ام نیستی نیستی ببینی تو انبار پشت خونه. گلنار هنوز هستا ای وای دل ای دل. تو کارتونش هشتا ای وای دل ای دل. کمرم شکستا ای وای دل ای دل. عجب آدمی هستا ای وای دل ای دل. همش عشق همش درد همش پش همش محکم میزنن این مسکره ها. تو رو خدا بسه این نفس های آخری بسه دیگه. چقدر میزنی آخه این نفس های آخره. تو پروفایلم این گله. میخوام توی همین روزا باشگاه بیام. چقدر این قسمت آهنگ آشناست. فکر کنم یه آهنگ پاپی باشه داره مثلا چیز مثل اون میخونه. میزنه حال تیرو منم پرسو میبرم سرم. جلارم و بردار بیار هی. حالا که دیگه سیرم عذاب وجدان میگیرم. چقدر بد صداست چقدر فالش میخونه. یعنی واقعا چرا من اینو دارم گوش میکنم. سر قولت نموندی و نه یکم بیا تو مز بخور کمر تو پر بکن از لانچیکو هات کم بکن لانچیکو. با اینستاگرام جعفر مزوک همراه باشید. دیگه نمیخوام بگم اینستاگرام چون چیزه اینه آدم بگم اینستاگرام آدم. اینو تو چه کتگوری باید قرارش بدیم؟ فکر کنم همون تو کتگوری چیز آهنگای خیلی خفن تاریخ. یعنی فکر کنم چیز صدر بیلبورد اینا. آهنگ خیلی خنده دار بود. مثل اینکه آهنگ زیاد داره. یه آهنگ دیگه‌ش هم که گفته بودیم همون که چیز دیس راک چاکه الان بگردم پیداش بکنم بعدش اینو بذارم. خنده دار بود خودش. یعنی چه جالبه بعضیا سعی میکنن مثلا هنر خوب تولید بکنن آهنگ خوب بدن. بعضی ها با مسخره بازی و اینا حالا آگاهانه یا ناآگاهانه مثلا خیلی چیز معروف میشن دیگه. خلاصه اینم باحال بودش. بر من از این خنده دارا و باحالا بنویسین. واقعا احتیاج به انرژی مثبت داریم. مرسی خدافظ.